جمعگردی های دکتر اسماعیل نوریالا. انقلاب و آلترناتیف. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان و علاقمندان جمعگردی های دکتر اسماعیل نوریالا. جمعگردی 14 مارس 2014 دکتر اسماعیل نوریالا به عنوان انقلاب و آلترناتیو برمیگردد. می نویسد که ویژگی های اصلی انقلاب: اگر تغییر دولت‌ها را زمین لرزه اندک محسوسی در ساختار دیوان سالاری بدانیم که چندان خساراتی در سطح کشور به بار نمی آورد، در پی وقوع آن به زودی اوضاع کشور به حالت عادی برمی گردد، تغییر حکومت‌ها یا رژیم‌ها و نظام‌ها زلزله بسیار شدیدی است که همه چیز را به هم می ریزد و زیر و زبر می کند. بالا دست های قدرت نشین را فرودست ساخت و بخشی از فرودستان را به سطوح بالای جامعه پرتاب می کند. به همین دلیل تغییر حکومت همواره با مقاومت قدرتمندانی روبرو می شود که تغییر را پایان کار خود می بینند و لذا دست به زندانی و شکنجه کردن و اعدام می زنند. حالان که تغییر دولت تنها وضعیت معدودی را در دیوان سالاری مشوش می سازد و در اغلب موارد این معدود آسیب دیدگان نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند. حالا اگه به مفهوم انقلاب هم توجه کنیم، می بینیم که تغییر ناشی از انقلاب متوجه به هم ریختن کامل حکومت یا رژیم است، حالان که مفهوم اصلاح بیشتر متوجه تغییراتی است که در سطح دولت انجام می‌گیرد، بی آنکه تغییر کلی نظام تحقق یابد. انقلاب مشروطه از آن جهت انقلاب بود که می‌خواست به رژیم سلطنتی خودکامه خاتمه دهد و ملت را مالک کشور و تعیین کننده حکمرانان کند. نهضت ملی دهه‌های 20 و 30 اما انقلاب نبود یا به انقلاب تبدیل نشد، چرا که نمیخواست یا نتوانست حکومت را دگرگون سازد. این شعار که شاه باید سلطنت کند نه حکومت، در واقع شعار اصلاح طلبانه‌ای بود، چرا که این وضعیت مطلوب را انقلاب مشروطه قبلا معین ساخته بود، اما پادشاه بیمسئولیت مشروطه از آن عدول کرده و در امور کشور دخالت و آمریت یافته بود. دکتر مصدق نخست وزیر همان حکومتی بود که محمد رضای پهلوی شاه آن محسوب می شد. مصدق نمی خواست رژیم را تغییر دهد، بلکه قصد تصحیح و اصلاح آن را داشت. دیگرانی هم که در پی تغییر رژیم، بگیریم از پادشاهی به جمهوری بودند، توفیقی در کارشان نیافتند و انقلابی صورت نگرفت. محمد رضا شاه هم نام اصلاحاتی را که پس از ادعای یافتن مأموریت برای وطنم از طریق رفراندوم 6 بهمن 1341 انجام داد، انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید گذاشت، اما این نامگذاری نمیتوانست تغییری در این واقعیت دهد که رژیم بر سر جای خود مانده بود و محمد رضا شاه توانسته بود قطار توسعه کشور را بر همان ریلی بگذارد که پدرش 20 سال پیشتر انتخاب کرده. البته برخی از مفسران سیاسی هستند که میکوشند تا بین انقلاب سفید شاه و انقلاب‌های مخملی یا رنگی اروپا شباهت‌هایی بیابند، اما این شباهت‌ها تنها در صورتی قابل تصدیقند که در پی این گونه شبه انقلاب‌ها نیز رژیم تغییر نکرده باشد.
اما گونه که در انقلاب سفید رژیم پا بر جا مانده بود و تنها شاه توانسته بود جای نخست وزیر و قوه قانونگذاری را بگیرد و آنها را به آلت دست خود تبدیل کند. بدین سان انقلاب نام دیگر تغییر رژیم یا حکومت و یا نظام است و انقلابی صفت نیرو و شخصیت هایی است که در پی تحقق چنین تغییری هستند. انقلاب و بازنویسی قانون اساسی. شاید بارزترین نشانه یک انقلاب آن باشد که در پی حدوثش گردانندگانش بخواهند و مصمم باشند که قانون اساسی جدیدی را برای کشور بنویسند و بران شالوده ساختار سیاسی جدیدی را به وجود آورند. می دانیم که نوشتن و داشتن قانون اساسی مفهوم و روند نوینی در تاریخ است که می توان آن را برآمده از مجموعه اندیشگی ویژه‌ای دانست که دموکراسی نام دارد و از آنجا که هر انقلابی یک قانون اساسی را منسوخ و یک قانون اساسی جدیدی را جایگزین قبلی می کند، می توان دید که در این تناوب رژیم ها کار یا به استقرار دموکراسی می انجامد و یا از دموکراسی دور می شود. انقلاب و حضور مردم. اگر انقلاب را قبل از هر چیز با ضابطه تغییر قانون اساسی تعریف کنیم، آنگاه این حرف و سخن که انقلاب لزوماً خونین و مخرب است لااقل از لحاظ نظری از اعتبار می افتد و جز شواهدی تاریخی نمی توان شالودهی منطقی برای این اظهار نظر یافت. اما این سخن نافی ضرورت دخالت مردم در امر تغییر انقلابی رژیم ها نیست. حال رژیم مستقر ممکن است در پی حضور مردم صدای انقلاب را بشنود و با آن تن دهد و یا در مقابل مردم بایستد و آنها را به گلوله ببندد. پس خون و تخریب جزی از تعریف انقلاب نیست، بلکه به تصمیم حکومت برای تسلیم یا مقاومت در برابر آن مربوط می شود و این تصمیم نیز می تواند در مردم هم مقاومت ایجاد کند و هم آنان را وادار به تسلیم داشته و انقلاب را تعطیل کند. نقش آلترناتیو. اما در ترکیب ضروری انقلاب و تغییر قانون اساسی یک عامل مؤثر دیگر هم وجود دارد که می تواند مستقیما به سرنوشت انقلاب، تغییرات ناشی از پیروزی آن و ماهیت قانون اساسی جدید تأثیر تعیین کننده بگذارد. این عامل را آلترناتیو یا نهاد جانشین می خوانند. بدیهی است که هر قانون اساسی جدید نیز حکم آلترناتیوی را دارد برای ترتیبات سنتی حکومت کردن، مثلا پادشاهی مطلقه قبل از انقلاب مشروطه و یا قانون اساسی قبلی یک سرزمین، مثلا استقرار قانون اساسی اسلامی به جای قانون اساسی مشروطه. اما هر انقلاب رهبرانی و هر قانون اساسی جدید تصمیم گیرندگان و نویسندگانی دارد که آنها نیز آلترناتیو حاکمان قبلی محسوب میشن و در شکل گیری قانون اساسی جدید و نهادهای برخواسته از آن دخالت کامل دارند. بدون وجود این رهبران آلترناتیو نمیتوان به پیروزی انقلاب دل بست و یا باور داشت که در پی فروپاشی رژیم قبلی رژیمی بر سر کار خواهد آمد که با رژیم قبلی تفاوت ماهوی کامل دارد و یا میتواند تغییرات انقلابی را جانشین هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزیه کشور کند. در غیاب آنان یا مردم شکست خواهند خورد یا کشور به ویرانه تبدیل خواهد شد. بدین سان بین انقلاب و استقرار رژیمی جدید و برخواسته از قانون اساسی نوین نقش اصلی را رهبرانی بازی می کنند که آلترناتیو حکومت مستقر را به وجود آورده و اداره آن را بر عهده دارند. بیان که این آلترناتیو لزوماً دارای اسم خاصی باشد. برخی آن را شورای انقلاب می خوانند و برخی به آن دولت در تبعید نام می نهند. برخی نیز از آن به عنوان دولت سایه نیز یاد می کنند. مجموعاً آلترناتیو را می توان یک رهبری انقلابی مردمی دانست که می خواهد به مدد مبارزات مردم حکومتی را براندازد، قانون اساسیش را لغو کند، ساختارهای خاص برخواسته از قانون اساسی قبلی
مثل ولایت فقیه را منحل نماید و به جای آن قانون اساسی جدیدی را به وجود آورد که فلسفه و مبانی و بینشایش در جمیع جهاد برعکس قانون اساسی قبلی باشد. محل شکل‌گیری آلترناتیو. تاریخ دور و نزدیک نشان از آن دارد که کمتر پیش آمده که این آلترناتیو در حوزه قدرت همان حکومتی که مردم علیه آن برخواستن شکل بگیرند، چرا که معنای کار امنیتی حکومت‌ها قبل از هر چیز جلوگیری کردن از پیدایش و یا تغییر دادن ماهیت آلترناتیو در حال شکل گیری است، آن هم به هر قیمتی که شده. از ابو مسلم خراسانی که برای برانداختن حکومت امویان در دمشق ناگزیر شد به دورترین فاصله از دمشق، یعنی به خراسان بزرگ برود و با فراهم کردن قوای لازم و بازگشت به مبدأ حکومت اموی در دمشق را منقرض کند، تا آیت الله خمینی که دور از تهران از نجف مورد توجه انقلابیون قرار گرفت و سپس در پاریس توانست شورای انقلاب تشکیل دهد و تلاش مردم را در خیابان‌های ایران رهبری کند، میتوان شواهد و موارد متعددی را در بسیاری از کشورهای جهان در این مورد را نشان داد. تنها در صورتی که حکومتی به شدت تضعیف شده باشد و نتواند آن دست از رهبران انقلابی را که در داخل کشور هستند زندانی کند و از بین ببرد، میتوان امید داشت که انقلاب مردم شانس داشتن رهبری و وصول به پیروزی را پیدا کند. انقلابات مخملی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اقمار آن امپراتوری پیش آمدند، آشکارا از یک چنین واقعیتی سرچشمه گرفتند. شوروی اقمار خود در اروپای شرقی را اعضای یک اتحادیه کمونیست می‌دانست، آنها را سرپرستی می‌کرد، مواظب حکومت‌هایشان بود و اگر نارضایتی‌های داخلی شدت می‌گرفت، به عنوان پدرخوانده قدم در میان می‌نهاد و شورش‌ها را سرکوب می‌کرد. نمونه قیام مجارستان در دهه 50 نشان می‌داد که حکومت‌های عروسکی و دست نشانده تنها به مدد دخالت پدرخوانده بر سر پا هستند. آنگاه چنین پیش آمد که این پدرخوانده مرد و رژیمش فرو ریخت. انقلابات مخملی در اروپای شرقی با داشتن رهبری در داخل کشور حکم پس لرزه های زلزله بزرگی را داشت که در مسکو اتفاق افتاد. رهبران کشورهای اروپای شرقی در غیاب پدرخوانده اشتهای مقاومت در برابر خواست انقلابی مردم را نداشتند و خود فرو شکستند. عامل سرعت در انقلاب. اغلب در تعریف انقلاب به این نکته نیز اشاره می شود که تغییر ناگهانی و سریع است، اما در پشت این تعریف نیز دلیل روشنی وجود ندارد مگر اینکه گوینده تنها به مرحله نهایی انقلاب، یعنی فروپاشی ناگهانی رژیم، نظر داشته باشد. در این دید تنها جنبه‌های فیزیکی انقلاب همچون حضور مردم در خیابان، زد و خوردها، احیاناً تخریب‌ها و آتش زدن‌ها و بالاخره تسلیم شدگی نیروی نظامی رژیم مورد نظر قرار می‌گیرد. حالان که اگر شروع انقلاب را با پیدایش آلترناتیو یا حتی آلترناتیوها در مراحل ابتدایی کار و پیش از اتحاد آنها در مرحله نهایی و آغاز مبارزات هدایت شده مردم تعریف کنیم، آنگاه عواملی همچون زمان و سرعت اهمیت خود را از دست می‌دهند. هر انقلابی می‌تواند روندی طولانی و بدعی را طی کند تا اینکه عاقبت مرحله پیدایش آلترناتیو و سرعت گرفتن مبارزات و رویارویی نهایی مردم با حکومت از راه برسد، مرحله‌ای که هستیش را از شرایط و حوادث داخلی و بین المللی می‌گیرد. حوادث داخلی، شرح وظایف آلترناتیو انقلابی مردمی. اگر انقلاب را حاصل از اصلاح ناپذیری حکومت بدانیم و همراه آن آماده شدن مردم
برای شروع مبارزه و همزمان با آن شکل گرفتن آلترناتیو، آنگاه می توانیم به شرح وظایف و چگونگی آنچه که این آلترناتیو می تواند انجام دهد بپردازیم. آلترناتیو ماهیت و مشخصات حکومت بعدی را تعیین کرده و مواد اولیه قانون اساسی جدید را معین می سازد. می کوشد تا مردم را به مبارزه دعوت کرده و به پیروزی امیدوارشان سازد. می کوشد تا با جلب اعتماد مردم حقانیت ادعای خود در مورد آلترناتیو بودن را به جهانیان ثابت کند. می تواند با تکیه بر سر استقلال مردم نسبت به رهنمودهایش از جانب آنان با مردم و دولت‌های جهان سخن بگوید. می تواند با دادن اطمینان به نیروهای در اختیار رژیم مستقر ترس آنها را از تغییرات در راه تخفیف دهد، در نتیجه باعث ریزش آنها و موجد همکاریشان با مردم شود. می تواند در وقت مقتضی عفو عمومی داده و جز کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است دیگران را مشمول آن نماید. می تواند با تشکیل اتاقهای فکر و کمیته‌های برنامه‌ریزی حوزه‌های مختلف فعالیت را تعیین کرده و در مورد آنها به ارائه برنامه کار بپردازد. من این کلمه رو اشتباه خوندم، موجد رو موجد خوندم که غلطه، موجده، یعنی باعث. و توجه کنیم که هیچ کدام از این کارها را یک سازمان یا یک شخصیت سیاسی نمیتواند انجام دهد و تنها ائتلافی از گروه ها و شخصیت های سیاسی مورد اعتماد مردم میتواند نقش یک آلترناتیو انقلابی انحلال طلب را بازی کند. انقلاب ها و آلترناتیو های قلابی. باید توجه داشت که صفت انقلابی در متن آنچه که در این مقاله مطرح شده قطعا با صفت مردمی همخوانی دارد و در واقع هیچ انقلابی نیست که مردمی نباشد. توجه به این هم از آن جهت ضروری است که در بازار سیاست میتوان به انواع دیگری از آلترناتیو نیز برخورد که مردمی نیستند و لذا انقلابی هم محسوب نمیشند. از این جمله میتوان به آلترناتیو های اشاره کرد که از طریق روند مشهور به چلبی سازی به وجود میآید. این اصطلاح ناظر به وجود دست پنهان یا توطئه و یا آشکار یعنی حمله نظامی کشورهای دیگر است، روندی که کلن غیر مردمی و ضد انقلابی است. انقلاب و دموکراسی. اگر آنچه مطرح شد نظر موافق خواننده را به خود جلب کرده باشد، آنگاه میتوان به موضوع تناوب انقلاب ها ما بین استبداد و دموکراسی بازگشت و دید که چرا آلترناتیو انقلابی و انحلال طلب یک حکومت استبدادی نمیتواند متصف به صفت دموکراتیک نباشد. حتی اگر پس از پیروزی رهبران انقلاب خلف وعده کرده و تعهدات خود را به انجام نرسانند. نمونه امر را میتوان در رهبری خمینی و آلترناتیو شورای انقلاب اسلامی دست پرورده او مشاهده کرد. این مشاهده که امروز میبینیم که از دل انقلاب 57 یک حکومت استبدادی دیگر بیرون آمده که روی استبداد قبل از خود را سفید کرده است، نمیتواند نافی این واقعیت باشد که انقلاب علیه حکومتی که قانون اساسی مشروطه را تعطیل کرده و به سلطنت پیش از مشروطه برگشته بود، تنها میتوانست در شعارهای دموکراسی خواهانه و تأسی خمینی و شورای انقلابش از آنها به پیروزی برسد. به همین دلیل هم بود که متن پیشنهادی قانون اساسی نوشته شده در زمان اقامت خمینی در پاریس و تایید شده به وسیله او در روزهای بعد از پیروزی انقلاب که قرار بود مبنای کار مجلس مؤسسان باشد نیز متن دموکراتیک بود که نقایص و کمبودهای قانون اساسی مشروطه را مرتفع می‌ساخت. به عبارت دیگر آلترناتیو انقلابی در سال 57 تنها از راه معرفی خود به عنوان یک نهاد دموکراتیک و دموکراسی خواه می توانست به وجود آید و هدایت مبارزات ضد استبدادی را به دست گیرد.
این نکته نباید این گونه معنا شود که نیات خمینی و شورای انقلابش در دوران پیش از پیروزی انقلاب دموکراتیک بودند. هدف آن است که نشان دهیم این خودگران نیز ناگزیر بودند برای رسیدن به مقصود از زبان دموکراتیک استفاده کنند. بدینسان واقعیت آن است که انقلاب دموکراتیک ایران در پایان قرن بیستم نیز همچون انقلاب دموکراتیک آغاز آن قرن میتواند یک انقلاب ناتمام نام گیرد، چرا که با خیانت خمینی و شورای انقلابش و آرمانهای دموکراتیک 100 ساله مردم آنچه رخ داد نه جانشینی یک آلترناتیو ضد استبدادی که بازآفرینی و بازسازی همان استبداد گذشته بود که به علت عقب ماندگی و روحیه ارتجاعی رهبرانش همه دستاوردهای مفید و ایرانساز استبداد قبلی را نیز از بین برد و کشور را به فلاکت کنونی نشاند. وضعیت کنونی همه وقایع حکایت از آن دارند که ملت ایران در حال شک دادن به انقلاب آغاز نشده دیگری است. از منظر کنونی ما سرعت و میزان خشونت به کار رفته در انقلاب آینده قابل محاسبه نیست و تنها میتوان امید داشت که با کمترین هزینه ها به پیروزی برسد. اما در حال و صورت این انقلاب تا زمانی که یک آلترناتیو سکولار دموکرات درست برعکس حکومت مذهبی استبدادی البته رهبریش را بر عهده نگیرد نمیتواند از مراحل آغازین شکل گیری بگذرد، رفته رفته توان یابد و عاقبت به مرحله نهاییش که در انحلال حکومت اسلامی تحقق مییابد برسد. در غیاب چنین آلترناتیوی نمیتوان توقع داشت که از یک سو اصلاح طلبان هم مدعی آلترناتیو سازی نشوند و گنجش را رنگ نکرده و به جای قناری نفروشند و از سوی دیگر روند چلبی سازی به کار خود ادامه ندهد. این هم جمعه گردی این هفته دکتر اسماعیل نوریالا. باز هم مثل هر هفته آرزو میکنم که توانسته باشم با بیان الکنم بار معنایی مطلبی رو که در مد نظر نویسنده بوده القا کرده باشم. با تشکر از همه شما خوبان و نازنینان تا جمعه گردی دیگر. مرسی.